به نام خدا 97 چیز که یک برنامه نویس بهتر است بداند عباس یزدان پناه هستم و این کتاب رو میخوام برای شما ارائه بدم قبل از آغاز باید بگم که من این کتاب رو خوندم و با خوندن بخشهایی از اون به این نتیجه رسیدم که کتاب بسیار خوبی برای خیلی از برنامه نویس ها خواهد بود قصدم اینه که کتاب رو به صورت خلاصه براتون ارائه بدم و اونهایی که خودم برخوردم رو اول ارائه بدم قرار هم نیست زیاد وقتتون رو بگیرم ارائه ها حد اکثر پنج دقیقه حدود پنج دقیقه خواهد بود قبل از اینکه شروع کنیم بهتر یه ذرم در مورد کتاب حرف بزنیم این کتاب توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده و بر اساس تجربه اونها روی پلتفرم گیت بوک به صورت متن باز ارائه شده و قابل ویرایش هست توسط آدم ها. آخرین به روز رسانی مارچ 2016 بوده. با احتیاط عمل کنید. خیلی وقتا واسه ما پیش میاد که توی یک تیریشن کارهایی به ما سپرده میشه که معمولا کارها رو میشه به شکل سریع یا به شکل درست انجام داد. و اینکه انتخاب به این, که این که کار رو به صورت سریع انجام بدیم برای ما جذابه و معمولا قصدمون اینه که کار رو انجام بدیم و برسونیم ولی بعدا کار درست رو هم انجام بدیم و معمولا همین جوریه که نمیرسیم در آینده در ایتریشن بعدی اون اتفاقی که باید رو اون کاری رو که به صورت سریع انجام دادیم به صورت درست انجام بدیم به این موارد موارد بدهی فنی گفته میشه خب بدیهیه فنی مثل وام با بهره بالای اول از همه بسات کوتاه مدت واقعا لذت میبریم حالش رو میبریم اما باید حواسمون باشه که اینا رو باید با سود باز پرداخت کنیم و اینها میان برهایی هستند که به خاطر اینکه کار رو به صورت درست انجام ندادیم توسعه و نگهداریمون رو سخت میکنن و نکته اساسی ای اینه که هرچه بیشتر اونا رو نگهداریم بیشتر ضرر میکنیم به چه صورت وقتی که یک بخشی از سیستم رو بد طراحی کرده باشیم یا بد پیاده سازی کرده باشیم بخش های دیگه یه سیستم که به اون وابسته یا ارتباط دارند رو هم مجبوریم با کارهای عجیب غریب دیگه ای مدیریت کنیم و درست کنیم و به همین خاطر اون تیکه ها تیکه های عجیب غریبی هستند که کل کد بهشون یه جورایی وابستن و دست زدن و تغییر دادنشون خیلی سخته یه جورایی پاشناشی کد ما هستن ولی یه مجبوریم همه ای ما برامون پیش اومده که باید یه چیزی رو توی یه تاریخ خاصی به دست مشتریمون برسونیم و مجبوریم که یه سری کارها رو به صورت سریع انجام بدیم یا نه اصلا قصد داریم یه چیزی رو تست کنیم قرار نیست همه یه ویژگی های یک فیچر جدید یک ویژگی جدید همه بخش هاش رو پیاده سازی کنیم مهم اینه که بتونیم اونها رو پیگیری کنیم اگه ایشو داریم از ایشو استفاده کنیم یا به هر وجهی اون رو بتونیم پیگیری کنیم خب مهمترین قسمت اینه که اون رو پس بدیم بهترین زمان پس دادن ایتریشن بعدی یعنی اگه توی ایشو ترکرمون این کار تعریف شده همون کار رو توی ایتریشن بعدی جز کارهای فعال بذاریم و اون رو انجام بدیم نکته ای بعدی اینه که اگه به تعویق میندازیم انجام دادنش و سودش رو به هزینهش اضافه کنیم یعنی اینکه ما همیشه تخمین درستی از هزینه این کار سریعمون داشته باشیم این هزینه دقیق باعث میشه که بتونیم تصمیم بگیریم که چه کاری رو چه اولویتی انجام بدیم تصمیم گیری و اولویت دهیمون رو بهتر میکنه و در نهایت اینکه قرض خودمون رو تو اسرع وقت پس بدیم خیلی ممنون هستم که گوش دادید خدا نگهدارتون باشه